سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. میسی بعد از عقد قرارداد رسمی با اینتر میامی و معرفی شدن به هواداران این تیم از انگیزه بالایش برای درخشش در تیم جدیدش گفت. ستاره‌ای که در مقطعی در پی اس جی ناکام بود حالا دوباره به این تیم بازگشته است. دکلان رایس یکی از درخشان‌ترین بازیکنان این روزهای فوتبال جهان است. او که با تازگی به آرسنال پیوسته دوران پرفراز و نشیب را از سر گذراند. قبل از اینکه بریم به مشروع خبرها لطفاً کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید و با دوستانتان شریک سازید. با نقل از اسپورت، میسی سرانجام در مراسم به هواداران اینتر میامی معرفی شد و رسماً با این تیم آمریکایی قرارداد امضا کرد. او بعد از عقد قرارداد رسمی با اینتر میامی این گونه واکنش نشان داد. بی صبرانه در انتظار آغاز مسیر جدید در زندگی خود هستم. انگیزه بالایی برای درخشش در اینتر میامی دارم و امیدوارم که بتوانم در این پروسه زیبا و جذاب به تیم کمک کنم. میسی ادامه داد: این فرصت جالب برای من است. تمام فکر من این است که در این مسیر در کنار هم موفقیت کسب کنیم. امیدوارم که روزهای خوب را در آمریکا تجربه کنم. دیوید بکام از مالکان این باشگاه آمریکایی هم در واکنش به جذب میسی گفت: مدت هاست که میسی را زیر نظر داریم. من بسیار دوست داشتم که بهترین بازیکن جهان را در تیم خود داشته باشم. میسی بعد از 2 فصل حضور در پاریس سن ژرمن این تیم را ترک کرد. او با وجود پیشنهادهای بسیار خوب که از عربستان داشت تصمیم گرفت که با دستمزد کمتر راهی لیگ آمریکا شود. قرارداد او با اینتر میامی تا سال 2025 است و قرار است که برای هر فصل 50 میلیون یورو دستمزد دریافت کند. اینتر میامی که با تازگی تاتا مارتینو ی آرژانتینی را استخدام کرده بود با نتیجه 3-0 مغلوب سنت لوئیس شد. این تیم در حال حاضر با 5 برد، 3 مساوی و 14 شکست یعنی 18 امتیاز در رده آخر کنفرانس شرق MLS حضور دارد. از میسی و همتیمی سابقش که در آمریکا با او پیوسته یعنی سرخو بوسکس انتظار می‌رود که تیم جدیدشان را از این وضعیت نجات دهند. البته اولین حضور میسی در ترکیب اینتر میامی در مسابقات بین‌المللی و مقابل کروس آسول مکزیک خواهد بود. جاوی سیمون ستاره هلندی در آستانه بازگشت به پاریس سن ژرمن قرار دارد. سیمون یکی از ستاره‌های آکادمی بارسلونا که در سال 2019 و پس از 9 سال حضور در این باشگاه تصمیم گرفت که لاماسیا را ترک کند. او به پاریس سن ژرمن پیوست و امیدوار بود که در کنار ستاره‌های این تیم درس فوتبالی بسیار بگیرد و بتواند راهش را به ترکیب اصلی پی اس جی باز کند، اما این اتفاق رخ نداد. شرایط مطابق خواسته این بازیکن پیش نرفت و او در نهایت تصمیم گرفت پس از 1 فصل حضور در تیم بزرگتران پاریس سن ژرمن در پایان فصل 2021-2022 از این باشگاه جدا شود. سیمونز فصل گذشته را در پی اس وی آیندهوون به میدان رفت و موفق شد در 34 بازی که با پیراهن این تیم انجام داد 19 گل به ثمر برساند و توانایی‌هایش را به نمایش در بیاورد. درخشش او بار دیگر توجه سران پی اس جی و همچنین لوئیس اینریک را جلب کرد و آنها پیشنهاد رسمی برای جذب این بازیکن ارائه کردند تا بار دیگر او را به خدمت بگیرد. صفحه رسمی تویتر باشگاه آیندهوون با انتشار توییت اعلام کرد که سیمونز کمپ تمرین این تیم را برای اردوی پیشفصل در اتریش را ترک کرده تا انتقالش به پاریس سن ژرمن را نهایی کند. دکلان رایس اکنون بازیکن آرسنال است. این ستاره 24 ساله رکورد نقل و انتقالات انگلیس را شکست و با قرارداد خیره کننده یعنی 105 میلیون پوندی با توپچی‌ها قرارداد امضا کرد. این انتقال حرکت سعودی برای هافبک است که در جوانی توسط چلسی ترک شد. او به نوجوان موفق در وستهام تبدیل شد و با بابی مور مقایسه می‌شد. رایس می توانست برای تیم ملی ایرلند بازی کند، اما در آخرین لحظه چرخید و بازیکن سشیرها شد. با شهرت رسیدن رایس فارغ از مشکلات و ناامیدی‌ها نبود. او در سالهای اول با بهترین دوستش میسون مان در تیم جوانان چلسی بازی میکرد. در 7 سالگی به این باشگاه پیوسته بود و تمام دنیای او چلسی بود. اما در سال 2013 آبیها او را رها کردند و دنیای او ویران شد. رایس در سال 2018 گفت: من در 14 سالگی توسط چلسی آزاد شدم. سه‌شنبه بود. روز 4 شنبه با فولام تمرین کردم که 5 دقیقه با خانه‌ام فاصله داشت و 5 شنبه با وستهام تمرین کردم. پس از 1 جلسه هر 2 باشگاه من را میخواستند. باشگاه‌های دیگری نیز به من علاقه داشتند، اما من به وستهام رفتم. مجبور شدم خانه را عوض کنم، مدرسه را عوض کنم، بنابراین تصمیم بزرگ بود و نتیجه داد. وقتی چلسی من را رها کرد خیلی ناراحت شدم. این باشگاه تمام چیزی بود که من میشناختم. جان تیری اسطوره باشگاه در لحظه نیاز این نوجوان به سراغش رفت. رایس در سال 2018 به تایمز گفت: جان با والدین صحبت میکرد و وقت خود را صرف شناخت بازیکنان جوان و خانواده ها میکرد. انجام این کار برای یک کاپیتان نشانه کیفیت بالای شخصیتش است. وقتی جوانتر بودم تمام بازیم را بر اساس جان تنظیم میکردم. وقت از چلسی آزاد شدم او با من تماس گرفت و به یاد دارم که در اتاقم کنار پدرم نشسته بودم. این جان تری بود، نمیتوانستم باور کنم. او تمام تجربیات و توشه های خود را به من انتقال داد. گفت: هرگز متوقف نشو، همیشه سخت تلاش کن و نهایت توانت را بگذار. حرفهایش همیشه در ذهنم است و ببینید به کجا رسیدم. هیچ رویای دور از دسترس نیست. من آخرین بار حدود 6 ماه پیش جان را برای صرف صبحانه ملاقات کردم. گاهی اوقات به او پیام میدهم. همین طور زمانی که بازنشسته شد و به او پاسخ دادم. متشکرم رفیق، حالا نوبت توست. در تیم های جوانان وستهام افراد زیاد او را با بابی مور مقایسه می کردند. او اولین بازی خود برای تیم بزرگسالان را در 18 سالگی مقابل برنلی به عنوان بازیکن تعویضی دقیقه 91 در آخرین روز فصل 2016-2017 انجام داد.
اولین بازی کامل او در فصل بعدی در شکست 2-3 مقابل به ساوثهمپتون انجام شد. این موفقیت بود که او آرزویش را داشت و نایب قهرمانی در جایزه بهترین بازیکن سال وسام را به دست آورد. در سال 2019 پس از به ثمر رساندن اولین گل خود برای این باشگاه مقابل آرسنال در پیروزی 1-0 نامزد دریافت جایزه بهترین بازیکن جوان سال PFA شد. اگرچه این جایزه به رحیم استرلینگ تعلق گرفت اما رایس به عنوان بهترین بازیکن سال وسام انتخاب شد. اگرچه رایس در کینگستون تیمز لندن به دنیا آمد اما واجد شرایط بازی برای ایرلند هم بود، زیرا پدر بزرگش و مادر بزرگش مارگات و جک اهل کورک بودند. او برای زیر 16 سال تا زیر 21 سال ایرلند بازی کرد. سپس مارتین اونیل این جوان آینده دار را برای بازی دوستانه مقابل مکزیک و اوروگوئه و یک بازی مقدماتی جام جهانی در خانه با اتریش انتخاب کرد. او اولین بازی خود را در بزرگسالان برابر ترکیه در باخت 1-0 انجام داد، اما با شروع پیشرفت‌هایش انگلیس به او نزدیک شد. رایس برای بازی با ویلز در سال 2018 توسط اونیل حذف شد، زیرا او تصور میکرد که نظر بازیکن برگشته است. او سه بازی دیگر را هم از دست داد و اعتراف میکرد که درباره تصمیمش مردد است، انگلیس یا ایرلند. میک مک‌کارتی آخرین تلاش خود را انجام داد تا رایس را متقاعد کند که به ایرلند ها بپیوندد. اما رایس در فوریه 2019 آینده خود را به انگلیس پیوند زد و اولین بازی خود را در مقدماتی یورو 2020 مقابل جمهوری چک انجام داد. او بعداً فاش کرد که به صورت آنلاین از طرف هواداران خشمگین فوتبال تهدید به مرگ میشد. ظهور حماسی رایس برای باشگاه و کشور ادامه یافت. او بخش جدا ناپذیر از تیم سیشرها بود که به فینال یورو 2020 رسید و در ضربات پنالتی به ایتالیا باخت. او با انجام هر هفت بازی در این تورنمنت تحسین کارشناسان و طرفداران رقیب را برانگیخت. پس از اینکه گل پیروزی او اولین برد خارج از خانه کشورش را در مقابل ایتالیا از سال 1961 در مسابقات مقدماتی یورو 2024 به دست آورد، این موج عشق در خارج از کشور ادامه یافت. او ستاره بازی بود و رسانه‌های ایتالیایی هم تحسینش کردند. بزرگترین موفقیت او در فصل قبلی با وستهام به دست آمد. او در پراگ پایان باشکوه برای خود رقم زد. پیروزی مقابل فیرنتینا در فینال لیگ کنفرانس اروپا جایگاه افسانه او را در فرهنگ عامه چکش‌ها تثبیت کرد. خارج از زمین لورن فرایر 24 ساله نامزد دیرینه رایس از او حمایت می‌کند. این زوج در مدرسه با هم آشنا شدند و در 17 سالگی رابطه خود را آغاز کردند. آنها سال گذشته صاحب پسر به نام جود شدند. تنها زمان این موضوع به اطلاع عموم رسید که رایس نام پسرش را روی بازویش خالکوبی کرد. درجه این زوج این است که زندگی شخصی خود را خصوصی نگه دارد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.